سلام دوستان، به کانال دویچ میت سمی خیلی خوش اومدین. تو این ویدیو میخوام بهتون فرق بین دوتا صفت رو بگم. یکی هستش اینتروورتیت و یه دونه هست اکستروورتیت. فرق این دوتا صفت با هم چیه؟ معنیشون چیه؟ با من همراه باشید. اینه اینتروورتیت پرسون. اینتروورتیت یعنی درونگرا. Eine introvertierte Person یعنی یک فرد درونگرا. حالا صفت های یک فرد درونگرا چیه؟ Eine introvertierte Person ist ruhig. Ruhig یعنی ساکت. Eine introvertierte Person ist ruhig. یک فرد درونگرا ساکته. Sie ist einfühlsam. Einfühlsam. Einfühlsam یعنی چی؟ یعنی همدل. Eine introvertierte Person ist einfühlsam. یک صفت دیگه. Sie ist verschlossen. Verschlossen. Verschlossen کسیه که تو خودشه. همه چیزها رو برای خودش نگه میداره. در واقع بسته است. به همچین کسی میگن verschlossen. میدونید دیگه schließen یعنی بستن. Verschlossen کسیه که بسته است. Eine introvertierte Person ist zurückhaltend. Zurückhaltend یعنی چی؟ این یعنی یک کسیه که هر چیزی که به ذهنش میاد رو همون لحظه نمیگه. اگر کسی بهش چیزی بگه همون لحظه جواب نمیده. چیزایی که تو سرش میان رو برای خودش نگه میداره. صفت بعدیمون هست contact shy. Contact shy. این یعنی چی؟ کسی که شایه، کسیه که خجالتیه، میترسه و کانتکت شای کسیه که خجالت میکشه از تماس گرفتن، یعنی تماس منظور همون کانتکت با کسیه، رابطه گرفتن با کسیه و همینطور این شای بودن یعنی ترس داره ازش یا اجتناب میکنه ازش. و انالیزیرند، اینه introvertierte Person ist analysierend. Analysierend این یعنی چی؟ این یعنی یک کسی که همش در حال تجزیه و تحلیله. پس چی؟ Eine introvertierte Person ist ruhig, einfühlsam, verschlossen, zurückhaltend, kontaktscheu und analysierend. یک فرد درونگرا ساکته، همدله، تو خودشه. سویکالتن گفتیم هر چیزی که تو سرش میاد همون لحظه جواب نمیده، چیزها رو برای خودش نگه میداره. کانتکت شای یعنی این که سختتر ارتباط میگیره با دیگران. و انالیزیغن یعنی همش در حال تجزیه و تحلیله. حالا برعکس این اینتروورتیت چیه؟ اکستروورتیت، بیرونگرا. اکستروورتیت، ببینیم با هم اون افراد چه صفت هایی بهشون میخوره. خب گفتیم اکستروورتیت یعنی بیرونگرا. اینه اکستروورتیت پرسون یک فرد بیرونگرا. اینه اکستروورتیت پرسون است انتوزیاستیش. انتوزیاستیش این یعنی چی؟ این یعنی مشتاق. اینه اکستروورتیت پرسون است انتوزیاستیش. یک فرد بیرونگرا مشتاقه. spontan صفت بعدیمون spontan. sie ist spontan. او هست spontan کسیه که بدون برنامه ریزی خیلی زیادی یه کاری رو انجام بده. یه نفر میگه بریم بیرون، طرف میگه بریم. یه نفر میگه بریم یه چیزی بخوریم، طرف میگه بریم. بریم مسافرت، بریم. کسیه که بدون برنامه ریزی میتونه یهویی یه کاری رو انجام بده، به اون شخص میگن spontan. Sie ist gesellig. Gesellig. این یعنی چی؟ کسی که gesellig هست، اجتماعی، دوست داره دور و برش آدم باشن، شلوغ پلوغ باشه. Eine extrovertierte Person ist aktiv. Eine extrovertierte Person ist aktiv یعنی کسی که فعاله. Sie ist gesprächig. Gesprächig یعنی چی؟ یعنی کسی که دوست داره حرف بزنه، زیاد حرف میزنه. صحبت کردن رو دوست داره. پر حرفه. Eine extrovertierte Person ist auffallend.
آفالند کسی یا چیزیه که زیاد به چشم میاد، توجه رو به خودش جلب میکنه. آفالند. و این اکستروورتیت پرسون است کانتکت فرویدیگ. کانتکت فرویدیگ. الان گفتیم کانتکت شای، کانتکت فرویدیگ دقیقا برعکسشه، یعنی بازم اجتماعی، دوست داره رابطه برقرار کنه با دیگران، خوشش میاد از این مسئله. پس چی شد؟ بازم چند تا صفت داشتیم، صفتهای جالبی هستن و خیلی کاربردی هن. ان اکستروورتیت پرسون است انتوزیاستیش، شپانتان، گزلیخ، اکتیف، گشپرهیخ، آفالند اند کانتکت فرویدیخ. یک فرق بیرونگرا یا برونگرا، مشتاق هست. شپانتان گفتیم وقتی که بدون برنامه‌ریزی خاصی بتون آدم یهویی یه کاری رو انجام بده، یهویی بگه من میرم فلان چیزو میخرم، یهویی بگه من میرم با فلان کس بیرون بدون برنامه‌ریزی از قبل. گزلیخ گفتیم اجتماعی، گزلیخ کسی که دوست داره دور و بر شلوغ باشه. اکتیو یعنی فعال. گشپرهیخ یعنی پرحرف، کسی که دوست داره حرف زیاد بزنه، از حرف زدن خوشش میاد. آفالن گفتیم کسی که توجه بهش جلب میشه، چشما میرن به سمتش. و کانتاکت فرویدیخ یعنی بازم کسیه که دوست داره رابطه برقرار کنه با دیگران. و در آخر یک دور دیگه همه صفتها رو اینجا براتون تلفظ میکنم، چون که شاید بعضیا تلفظشون یه خورده سخت‌تر باشه. گفتیم اینتروورتیت، اینتروورتیت، رویخ، اینفولزام، فشلاسن، زوریکالتند، کانتاکت شای، انالوزیرند. اینتروورتیت، ruhig, einfühlsam, verschlossen, zurückhaltend, kontaktscheu و analysierend. برعکسش extrovertiert, enthusiastisch, spontan, gesellig, aktiv, gesprächig, auffallend, kontaktfreudig. Extrovertiert, enthusiastisch, spontan, gesellig, aktiv, gesprächig, auffallend و kontaktfreudig. دوستان، اینها بودن دو کلمه امروزمون، اینتروورتیت و اکستروورتیت، و کلی صفت که فکر میکنم خیلی کاربردی باشن. امیدوارم که این ویدیو به دردتون بخوره. ممنون که تا آخر ویدیو با من همراه بودین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدارتون باشه.